بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین سشن از سلسله دروس آنلاین اولتراساوند با اولین لکچر از بخش گالبلدر اند بایلری سیستم. در 20 دقیقه در مورد اسکنینگ تکنیک، آناتومی و وریشن های گالبلدر صحبت خواهیم داشت. دو گپ. ایده از دکتر سبو خواهش کرده بودم که اگر بیشتر از دو سشن در هفته داشته باشیم و حتی یک دکتر سبو سوالم کرده بود که اگر بوی سرعت پیش بریم ممکن بیشتر از یک سال سلسله دروس ما در بر بگیره. در این مورد وضاحت های وجود داره. اولی و مهمیشی است که ما آدینس از لیول مختلف آشنایی با اولتراساوند از جاهای مختلف داریم که میخواییم در این درس ها گپ هایی را که جاهای زیاد صحبت نشده با هم شریک بسازیم و مشکلات و سوال هایی که دوستا در هر لیول از آشنایی با اولتراساوند هستن حل شوه. پس به این لحاظ ما کمیتد به او هدف خود خود بودیم انشالله که ما به جزیات تمام از دید یک رادیولوژیست مسائل اولتراساوند صحبت کنیم. مهم این است که ما در 40 تا 50 سشن تکمیل کنیم یا در 6 ماه یا 7 ماه. اما مهم این است که اگر خداوند توفیق بده و انرژی بود که ما او جزیات مکملی که بود کلینیکی داره اونا را با هم صحبت کنیم و به هدف خود برسیم انشالله. دوستایی که کانسر نشانی است که وزارت صحت آمده 6 ماه کورس ها رو تکمیل میکنه یا کمتر از اون، او را قبلا هم صحبت کرده بودیم که اگر مسائل کرونا به خیر رفع شد، دوستایی که بیگینر هستند به شکل جداگانه میتونیم در مورد او درس ها به شکل عملی و نظری مطابق خواسته وزارت صحت آمده صحبت کنیم و برنامه های داشته باشیم، اما کاملا جداگانه از این سلسله. دومی که ما که دوستا رو تعقیب میکنم، ایده از دوستا در 24 ساعت اولی ویدیو ها رو دیده نمیتون به این مفهوم که ممکن مشکل دسترسی به اینترنت باشه. اگر ما ویدیو ها رو بیشتر و بیشتر میکنیم ممکن از ایده از دوستای سلسله بانه. و آخرین دلیلی که ثبت کردن دو ویدیو هم در هفته وقت گیر هست خدایش و میبینید که یگان دفعه همین ویدیو ها همین سلسله کم به تعویق نشر میشه. از خداوند کمک میخوایم که همین سلسله رو هم به شکل خوب شگبت تکمیل کنیم، گپ خوب خود باشه انشالله. یک سروی کوچک از آریانس امی سیشن ها از رجستریشنی که شما انجام دادین کتتان شریک می سازم که برای ما جالب بود، انشاءالله بر شما هم جالب خواهد باشه. لیول آشنایی با اولتراساوند ما الحمدلله دوستا از هر سه کتگوری آشنایی با اولتراساوند داریم. امیدوارستم که بتونیم به هر سه کتگوری گپ های داشته باشیم که مفید بوده باشه. از لحاظ مدیکال لیول ما از متخصصین گرفته تا رزیدنت مدیکال گریجویت و محصل طبی در هر لیول از دکتر سبا داریم که مطمئن هستم برشان گپ های مفید خواهد وجود داشته باشه. و از لحاظ کاورج که از مناطق مختلف ما الحمدلله یک ورایتی وسیع داریم که دکتر سبا از ولایت های مختلفی ویدیوها را تعقیب میکنن. امیدوار هستم که دوستای دیگه هم این ویدیوها را اگر دوستا تا بال هم ثبت نام نکردن میتونن صفحه hamidi.f بخش رجستریشن برن این فرم تکمیل کنن و معلومات خود سبمیت کنن. چون ما متوقع هستم که تا یک هفته آینده تعداد کسایی که رجستریشن کردن به او حد متوقع برسه و بتونیم گروپ واتساپ خود به خاطر کمیونیکیشن های بعدی آغاز کنیم. خوب، از پیشنت پریپریشن و اسکنینگ تکنیک برای گالبلدر و گپا را آغاز میکنیم. برای آمادگی مریض آیدیالی هست که مریض 6 تا 12 ساعت قبل از معاینه غذا نخورده باشه تا گالبلدر خوب دیستند باشه و ما به راحتی ایوالویت کرده بتونیم. اما ریسنت میل کانتراندیکیشن مطلق نیست. دلیل از اینکه چرا فاستینگ گفتیم که گالبلدر وقتی که در حالت گرسنگی پر از بایل میشه و دیستند میشه و ما به راحتی میتونیم پاتولوژی او را ایوالویت کنیم. حال نظر به افراد و نظر به حالت های مشخص فرق میکنه. اگر ما دیدیم که به راحتی ایوالویت میتونیم گالبلدر، ضروری نیست که مریض با یک پریپریشن بعدی روان کنیم. اگر دیدیم که با چالش روبرو میشه ما نمیتونیم درست ارزیابی کنیم، مریض فاستینگ میتیم و معمولا ما ترجمه میتیم که میگیم وقتی که شب نان خوردی با صبح که چیزی نخو ساعتای 8 9 بجه بیا با پرکتس و امی به شکل طبیعی یک فاستینگ خوب ایجاد میشه. ترانسدوسر انتخابش ما هر دو بوده در نظر داشته باشیم، هم پنتریشن و هم ریزولوشن. از اون لحاظ ممکن نیاز شوه که ما از هر سه پروب گاهی وقتا استفاده کنیم. پروب کانوکس اساسی ترین پروب ما هست چون دیپ استراکچر است به خوبی ما کتازی در اکثریت حالات تعقیب کرده میتونیم. پروب ترانسدوسر ممکن نیاز شوه تا از طریق انترکوستال که ویندوی خردتر است ما معاینه کنیم و پروب لاینر به خاطر میجرمنت وال تکنس اگر پنتریشن تو اوج رسیده بتونه خیلی خوب است چون ما انتریور وال اندازه میکنیم و تکنس جدار در
پروب لاینیر به راحتی دیده میشه چون رزولوشن بالا داره. و همچنین اگر سنگ های خیلی خرد باشه که ما شیدوی از او را در پروب کانوکس و سکتور دیده نتانیم، با این های فریکونسی پروب به راحتی میتانیم شیدوی از او را ببینیم. پوزیشنی که مریض باید سکن شوه ها معمولترین حالت سوپاین پوزیشن است، اما نظر به پاتولوژی، نظر به گراویتی افکتس و نظر به هبیت پیشنت ما میتونیم پوزیشن های جکیوبیدیس، یعنی مریض به شکل لترال میخوابه و از لترال سکن میکنیم، به شکل پرون و به شکل اپرایت میتونیم با هر یکی از این پوزیشن ها ما مریض سکن کنیم. هدفی است که ما معلومات کامل و جامع از گال بلیدر به دست بیاریم و کل قسمت هاش رو ببینیم. این که به کدام پوزیشن ما تونستیم به این هدف برسیم برای ما قابل قبول هست. اساس ترین گپی است که ما کل گال بلیدر را سکن کنیم. یکان دفعه ما پروب میمانیم و قسمت های از گال بلیدر را میبینیم که نرمال هست، کدام پاتولوژی مشخص دیده نمیشه و براحتی از او عبور میکنیم. ممکن چیزی از پیش ما گنگ بونه. این گال بلیدر هست که در اینجا سکن شده، امی مریضه و چیزی را نیافته. اما سونولوژیست پیش عین مریض وقتی که کم پروب خود را چلچ کرده و تغییر داده میبینه که در گال بلیدر نک یک ایکوجنیک فوکس و پوستریور کلیر شیدوینگ وجود داره که در گال بلیدر نک یک سنگ پنهان بوده که ابستراکتیو هم زیاد نبوده، اما میتونسته که از دید سونولوژیست پنهان بانه. هدفی است که ما به دقت فقط نکنیم که ما از حضور و وجود گال بلیدر به دکتر اطمینان بدیم، به خوبی کل قسمت هایش اسکن کنیم که کدام چیز پاتولوژی از ما پنهان نمانه. آناتومی و وریشن های گال بلیدر. از لحاظ آناتومی میگن گال بلیدر یک ساختمان طولانی ناکماننده هست که در زیر کبد در نزدیک انترلوبر فیشر موقعیت داره. به سه بخش تقسیم شده، قسمت دورترینش عبارت از گال بلیدر فوندوس هست و قسمت اعظمش گال بلیدر لومین هست یا گال بلیدر بادی و بالاخره گال بلیدر نک داریم که با سیستیک دکت یک جای میشه. به شکل طبیعی گال بلیدر ذخیره‌گاه بایل یا صفرا هست، پس صفرا یک مایع هست، ما لومنش همیشه باید به شکل ان ایکویک یا کاملا سیاه محض ببینیم. اگر ما لومنش میبینیم که هایپر ایکویک است یا مواد در داخلش دیده میشه، پاتولوژی های مشخص را فکر میکنیم که بعدا صحبت خواهد شد. ای که ایمیجی که از کتاب کلینیکال سونوگرافی گرفته شده، متاسفانه یک ایمیجی هست که آرتیفکت ایجه سبب شده و نموری وربشن آرتیفکت که ما در داخلش دبرس ببینیم که ما میکانیزم ایجاد ازیر قبلند آرتیفکت ها صحبت کرده بودیم. اگر براتون سوال باشه میشه موجه دوباره مراجعه کنید. مهم معیار در میجرمنت گال بلیدر عبارت از وال تکنس یا ضخامت جدار گال بلیدر است. به شکل طبیعی در حالت فاستین گال بلیدر وال میگن که تا 3 mm قابل قبول هست. اگر بیشتر از این تک میشه ما به پاتولوژی های مشخص فکر میکنیم که بعدا صحبت خواهد شد. ما معمولا میگن که جدار وقتی که اندازه گیری میکنیم انتریور وال گال بلیدر را اندازه کنیم. یکان دفعه وقتی که گال بلیدر خوب دیستنت باشه ممکن این گال بلیدر وال ما اصلا نتونیم اندازه گیری کنیم، چونان باریک میباشه. چرا گال بلیدر پوستریور وال اندازه نکنیم؟ از خاطر که سیستیک استراکچر است، پوستریور اکاستیک انهانسمنت که در پوستشر ایجاد میشه و این اکاستیک امپیدنسی که وجود داره در اینجا، اینا میتونن که یک فیک تکنس برای ما شما ایجاد کنه و ببینیم. از اون لحاظ اگر ما انتریور وال میبینیم بسیار کلیر دیده میشه. میگن جدار گال بلیدر ایکوجنیک هست. چرا ایکوجنیک هست؟ حتما بایدتان میاید که ما اکاستیک امپیدنس متفاوت انساج خواندیم. لیور یک ساختمان سالد هوموجین است، گال بلیدر یک ساختمان سیستیک هوموجین است، پس یک تفاوت نسجی یک اکاستیک امپیدنس ایجاد میکنه که ما جدارش ایکوجنیک میبینیم در صورتی که تن باشه. و در صورتی که کلپس شدگی باشه، یک گال بلیدر کلپس است که ممکن گال بلیدر با جدارش با چشم ظاهرا بر ما تک معلوم شود. اگر به این شکل گال بلیدر کلپس باشه و ما جدارش ببینیم، ما باز مسکولر لیر داخلیش به خوبی دیده میتونیم که هایپویکویک است و موکوزا لیر اولیش که باز هم ایکوجنیک است، اینا رو دیده میتونیم. این ایمیجای دومی که هست اینا از کتاب ریکویزیت گرفته شده. یک گال بلیدر پیش یک فرد نرمال که باتن کانترکتد هست، ایران نشان داده که جدارش ظاهرا به چشم میخوره که دبل باشه، اما با وجود از اون وقت که اندازه گیری کردن 2.7 میم یعنی کمتر از 3 میم هست که برای ما قابل قبول هست و این معیار ما هست. یعنی به این مفهوم که یکان دفعه گال بلیدر امتی باشه ممکن برای ما وال تکنسش برجسته معلوم شه. معمولا کسایی که تازه اولتراساوند کار میکنن همیشه خوش دارن که پاتولوژی رو زودتر ببینن. اق معمول هم نیست، از او خاطر وقتی که وال تکنس مشکوک میشن به خوبی ایوالویتش کنن.
سایزی که برای خود لومین گال بلیدر در نظر گرفتن میگن که تا 4 سانتی متر ترانسورس دیامترش قابل قبول هست، یعنی به این شکل اگه گال بلیدر دیستن میشه بیشتر از 4 سانتی متر ما مشکوک شیم که کدام پاتولوژی ابستراکتیو وجود نداشته باشه. و لنت گال بلیدر مسیر طولانی گال بلیدر از فوندوس تا بنکت تا 10 سانتی متر قبول کردن. از لحاظ شیپ و سایز گال بلیدر ای با غذا خوردن تغییر میکنه. اگر فاستینگ داشته باشه مریض میتونه گال بلیدرش دیستنت شوه و اگر ریسنت میل داشته باشه کانترکت شوه. پس ما همیشه وقتی که ایوالویت میکنیم اگر با یک پاتولوژی مشخص مشکوک میشیم از این گپا در نظر بگیریم. مثلا ما یک گال بلیدر بسیار دیستنت میبینیم، ظاهرا شاید به اون لیمیت ها نرسه اما خیلی برای ما ظاهرا زیر پروب دیستنت معلوم میشه، مشکوک میشیم که کدام ابستراکتیو انتیتی نداشته باشه. برای مریض میگیم که یک فتی میل بگیره، یک نیم ساعت بعد یک ساعت بعد دوباره مراجعه کنه ببینیم که تخلیه میشه یا نمیشه. اگر در جریان یک ساعت یک نیم ساعت تغییرات در سایزش اومد میگیم که نرمال هست. به همین شکل اگر یک دفعه گال بلیدر کانترکتد میبینیم مشکوک میشیم، مریض بگویم که بعد از 8 9 ساعت فاستینگ دوباره مراجعه کنه ببینیم که اگر دیستنت شد باز هم حالت نرمال متوقعی هست. سکن که میکنیم ما گفتیم که لانگ ارگان ها را در سشن های قبلی زیر پروب در لانگیتودینال نما بیاریم. این پروب مطابق اکسس لانگ گال بلیدر گرفته شده که ما گال بلیدر را مکمل دهی دیده میتونیم و این خوبترین انواع اسکن است که ما لانگیتودینال ببینیم. و حتی آله اگر یک دفعه مشکوک میشیم به یک قسمت مشخصش ما میتونیم به شکل ترانسورس یا به شکل ارزانی هم پروب بالای گال بلیدر از قسمت فوندوس تا به قسمت نک به این شکل حرکت بتیم و به شکل ارزانی ما را ببینیم. وریشن های گال بلیدر. وریشن عبارت از انحراف از معمول هست، یعنی به این مفهوم که یک ارگان مشخص اگر ما مطالعه میکنیم پیش 100 نفر نزد 90 نفر ممکن این ارگان به عین نما وجود داشته باشه اما نزد 10 نفر ممکن این ارگان به شکل ولادی کم متفاوت تر تشکل کرده باشه. این وریشن ها معمولا سیگنیفیکنس کلینیکی ندارن، یعنی با پاتولوژی همراه نیستن، اکثر وقتا اینسیدنتلی دیتکت میشن. با یک ترم دیگه یک عبارت از کانجینیتال انومالی هست کم تفاوت داره. کانجینیتال انومالی معمولا با خود یک کلینیکال سیگنیفیکنس دارن، یک امپکت پاتولوژیک دارن که در ارگان های مختلف ممکن به وجود بیایه که اونایی که مربوط به اولتراساوند میشه ما شما ان شاء الله سرش صحبت خاط کردیم. اما وریشن ها به شکل هستن که زیاد کلینیکال سیگنیفیکنس نداره و پاتولوژیک نیستن. ارزش تشخیصی از دو بود داره، اولی که اگه ما اینا رو بشناسیم خودمون راحت میشیم، مریضم به تشویش نمیندازیم و کلینیشن هم میفهمیم که یک وریشن هست و پاتولوژی مشخصی برای مریض ایجاد نمیکنه. دو، کلینیشنی که تداوی میکنه خصوصا سرجنا باید با این وریشن ها خبر باشن که نزد از این مریض ما گال بلیدر را به او شکل معمولش یا کرنی را به او شکل نرمالش نداره، معمولش یک وریشن داره که وقتی که سرجری میکنن ممکن این اپروچشان را کم متفاوت تر بسازن. اولین وریشن عبارت از جنکشنال فولد است. جنکشنال فولد چی است؟ قسمت یک طرفه از جدار گال بلیدر ممکن یگان دفعه در مسیر خود دور بخوره، یک مقدار قات شه و دوباره پس به مسیر طبیعی خود برگرده، که این حالتی که گال بلیدر وال جای دور میخوره و پس دوباره به مسیر اصلی خود برمیگرده، این میتونه یک پرده نیمه را در داخل گال بلیدر ایجاد کنه که به نام جنکشنال فولد یاد میکنه. پیش از این مریض یک جنکشنال فولد کلان در اینجا دیده میشه. جنکشنال فولد ها چون گفتیم که جدار دو دفعه قات میشه از اون لحاظ نسبتا تک دیده میشن، تک هستن. اینا یک یا چند دانه فولد ممکن پیش مریضا وجود داشته باشه. معمول ترین موقعیتش عبارت از نک گال بلیدر هست. ممکن در قسمت فوندوس هم دیده شوند که اگر در قسمت فوندوس باشه و خود فوندوس گال بلیدر بالای بادی قات شوه، ایره به نام ترم فریجین کپ یاد میکنن. فریجین کپ، خود فوندوس گال بلیدر بالای بادی قات میشه و یک این تو یک پرده نیمه تمامه ایجاد میکنه. جنکشنال فولد. وریشن دومی عبارت از گال بلیدر سپتیشن هست. دو فرق با جنکشنال فولد داره. شماره اولی که اینا تکمیل هستن، یعنی از یک جدار کیمیاین به جدار دیگه وصل میشن. دومی که نسبت به جنکشنال فولد اینا باریکتر هستن. پیش افراد مشخص ممکن چندین دانه سپتا وجود داشته باشه که گال بلیدر را به چندین قسمت تقسیم کنه، اما این سپتا ها معمولا توسط سوراخ های بسیار کوچک با هم دیگه در تماس هستن. اگر پیش یک مریض فقط گال بلیدر سپتاها را چندین داره دیدیم، این یک وریشن هست و قابل تشویش نیست. در راپور خود در بودی اگر ذکر کردین خوب است، نیاز نیست که به کنکلوژن اینا را بیارین. وریشن سومی بارت از انتراهیپاتیک گال بلیدر هست.
در حالت معمول گالبلیدر در تحت کبد موقعیت می داشته باشه، اما پیش افراد مشخص ممکن است گالبلیدر در داخل پارنکایمای کبد غرس شدگی باشه. وقتی که ما اولتراساوند میکنیم میبینیم که گالبلیدر دقیقاً در داخل پارنکایما دیده میشه. در هر پوزیشن که پروب تغییر میتیم در لوکیشن گالبلیدر تغییرات نمیایه و احتمال میشه که مثل یک سیستیک لژن توسط پارنکایما احاطه شده باشه. سیگنیفیکنسش از این لحاظ است و ارزشش که ما کلینیشن باید بفهمانیم که ما مشکوک میشیم که گالبلیدر ممکن انتراهیپاتیک باشه. زیاد معمول نیست اما ممکن وجود داشته باشه و شما کتش آشنا باشین که این باز برای سرجن مهم است که این مسئله را بلد باشه و خبر باشه از پیشش. وریشن دیگه عبارت از گالبلیدر دوپلیکیشن یا تضاعف گالبلیدر هست که این یک وریشن ریر یا نادر هست. در جریان 7 سال پرکتیس گذاشته من فقط یک کیسش پارسال یک دکتر سب در دیپورتمنت دیتکت کرده بود برام نشان داد دیدم. اما آشنایی با ایگپا از خاطر مهم است که ممکن یک مریض به شما بیاید یا یک دفعه یک جای سوال شود که شما بفهمید با ایگپا آشنا باشید. ممکن دو تانه گالبلیدر به شکل کاملا جداگانه وجود داشته باشه، مثل که پیش از این مریض وجود داره با یک دان سیستیک داکت یا دو تا سیستیک داکت به کامن بایل داکت بریزن. ممکن به شکل اینکامپلیت باشه، قسمت های مشخصشان از هم جدا و در یک قسمت با هم دیگه یک جای شون. ارزش داره از دو بود. اولی که اگه ما داشته باشیم پیش مریض مس نکنیم، دومی که به شکل نادرست پیش مریض ایجاد نکنیم. اگر مریض داشته باشه و اسکن کردیم و مطمئن شدیم و خوب و اطمینان کامل مطمئن شیم که هر دوش گالبلیدر است، حتما راپور بدیم که کلینیشن بفهمید که اگر پلان کولیسیستیکتومی چیز را میکنه در جریان باش که با این تا یک وریشن روبرو هست که گالبلیدر یک دانش نمانه. برعکسش وجود داره که ما یگان دفعه کسایی که بازم میگم پریلیمینری کار میکنن میخوان که خیلی زود پاتولوژی ها را ایجاد کنن. نشه که کدام دفعه برای مریض پاتولوژی را خود ما ایجاد کنیم، مثلا در زیر گالبلیدر کدام باولوپی که فلوید فیلد باشه ما مشکوک نشیم که ای یک گالبلیدر دیگه هست که باولوپی که فلوید فیلد باشه ما اگر پروب سرش بانیم و او پریستالز برای خود داره دیفرنشیتش کنیم. نشه کدام یک سیستیک لژن لیوره که شکل دقیقا مدور نداشته باشه با یک ای رقم وریشن مغالطه نکنیم. پس هر دو بوده پوزیتیو و نگاتیوش در ذهن ما شما باشه و وقتش بلد باشیم. آخرین وریشن بارت از گالبلیدر اجنزیز یا عدم تشکل کیسه صفرا است. در لیترچر ریپورت شده به شکل طبیعی پیش یک مریض گالبلیدر تشکل نمی کنه. مریض ممکن کلینیکالی انسیگنیفیکنت باشه، یعنی ما به شکل تصادفی پیدایش کنیم، اسیمپتوماتیک باشه مریض، چون اگر آیسولیتد باشه گفتیم که انتراهیپاتیک داکت به خوبی تشکل کرده، بایلری چینل ها مکمل کامن بایل داکت به خوبی میریزن، فقط جایی که ذخیرگاه بودی تشکل نکرده. از اون لحاظ ممکن مریض به شکل انسیدنتال در سن 20 سالگی 30 سالگی 50 سالگی که در لیترچر هم راپور شده پیش ما بیاید و به این پاتولوژی به این وریشن روبرو شویم. گپی که داره ای است که پلیز دونت ریپورت سون، خیلی زود ای وریشن راپور ندیم چون خیلی نادر هست. ما اصلا تا بالکت شروع برو نشدیم. از اون لحاظ دلایل مشخص بر خود داره. دلیل اولی است که گالبلیدر سکنینگ ممکن مشکل باشه، خصوصا برای کسایی که تازه شروع میکنن. ما نتونیم گالبلیدر به خوبی پیدا کنیم چون گالبلیدر موقعیت های متفاوتی داره، ممکن در یک موقعیت متفاوت تر باشه ما به خوبی سکن کردن. حتی ممکن مریض وریشن کانجینیتال انومالی سایتوس انورس داشته باشه، گالبلیدر در طرف مقابل موقعیت داشته باشه، ما به خوبی او قسمت نپالیم و گالبلیدر نبینیم. ممکن گالبلیدر کانترکتر باشه و ما سکن کرد نتونیم. ممکن توسط ارگان های دیگر دیسپلیس شده باشه، باز هم نتونیم سکن کنیم. ممکن فول آف ستون باشه و کانترکتر که بدن خود خوندیم و از پیش ما گم شوه. و آخرین حالتی است که ممکن مریض سالهای قبل نسبت کدام دلیل دیگه سرجری شده باشه و برش کولیسیستیکتومی هم صورت گرفته باشه و خودش نفهمه. بعدا ما شما ببینیم که گالبلیدر وجود نداره. این کل دلیل ها در ذهن ما باشه، از اون لحاظ خیلی زود جرأت نکنیم که گالبلیدر اجنزه رو پور بده. مهمترین و آخرین گپی است که گالبلیدر اجنزه با بایلری اتریزیا مغالطه نکنیم. گالبلیدر اجنزه گفتیم که انتیتی که اگر آیسولیتد باشه فقط گالبلیدر تشکل نکرده، دیگه طرق صفراوی نرمال هست و مشکل زیاد برای مریض ممکن وجود نداشته باشه. اما بایلری اتریزی چی است؟ کانجینیتال انومالی لیور با جزئیات صحبت خود کردیم. پیش از این مریضا
سیستم بایلری یا طرق بایلری تشکل نمیکنه. ممکن انتراهیپاتیک بایل داکتر تشکل نکنه، دی لیول دی لیول دی لیول ممکن داخل تشکل کنه و فقط بیرونی وقتی که درین میکنن اینا تشکل نکنن. که معمول ترین حالتش متاسفانه حالت است که انتراهیپاتیکا تشکل نمیکنن، حالت کشنده و بعد مریضا دان یونیتل پیریود با جاینجس پرسیستنت مراجعه میکنن که اگر تداوی نشن، که اگر تداویشان هم لیور ترانسپلانت است پیش از این شکلش، اگر صورت نگیره با ایرلی سیروز در لیور انفانسی و دیت روبروم میشن. پس ایرا با اون مغالطه نکنیم که بایلری اتریزی یک چیز دیگه هست و گالبلیدر اجنیز چیز دیگه که را جداگانه صحبت خود کردیم. یک ریویوی خلاصه باز هم از گالبلیدر کاراکتریستیک نرمال که از کتاب اولتراساوند در ریکویزیت است. از لحاظ لوکیشن گالبلیدر انفریور تو انترلوبر فیشر در بین لوب چپ و راست کبد. از لحاظ سایز 4 سانتی متر تا 4 سانتی متر ترانسورس دیامتر و تا 10 سانتی متر لانگیتودینال دیامترش قبول میکنیم. وال تکنسش تا 3 mm و لومنش ان ایکویک یا کاملا سیای محض. ریفرنس های دو کتاب بود و تشکر از توجهتون.